ببین الان از 12/12/92 این اتفاق برای دختر من افتاد. یه دونه دختر فقط دارم، داشتم هم یه دونه دختر قضای 19 سالش. نه من خواهش میکنم، نه من عوض میخوام که واقعا باعث میشم که حالا توی مدت این خانواده هیچ تلاشی نکردن برای این که بخوان از پسرش بپرسن من جنازه بچه منو کجا گذاشتن. من هیچی ندارم، هیچی از این قضی خانواده خواهش کردم حتی زده یه تارموی بچه منو بدیدن ببینم بچه‌م کجاست. بردن تا پسره رو اونجا تو سویت گذاشتن. یه دفعه من دیدم مادرشو نمیدونم یکی از دوستاشونو اینا اومدن تو محل کار من، حالا اومدن تو محل کار من با گریه اومدن تو محل کار من گریه با اینا. گفتم خب چی شده حالا تازه یادتون افتاده؟ بعد 5 سال و 10 ماه تازه اینا اومدن، تازه با گریه، من تازه گریه مادره رو دیدم. باورتون میشه؟ یعنی غرور این خانواده اجازه نمیداد. شما شاید باورت نشه خانم فرای، من خانواده آرمان رو فقط این 2 روز دیدم. میشه بدو کنم بیام دنبالت التماس؟ من نیازی ندارم. من نیازی ندارم به اینکه تو بیا پیرو دست پای من. دیدی گفتم که تو بلدی بیافتی به دست پای این اون که پسرتو آزار کنی، ولی بلد نیستی که بخوای همدردی با من بکنی. تا گذشت و دیگه تازه بعد از اینکه افتاد ایشون توی چیز هنچینه، تازه اومدن و تازه نمیدم آقای پرویز پرستویی و احسان علی خان. من دیشب با آقای پرویز پرستویی، رامبد جوان، آقای احسان علی خانی، مجید مجیدی، با اینا من یه ملاقاتی داشتم و من اولین گلم رو از ایشون کردم. گفتم شما اجازه نداشتی، شما درد دل من رو میشنیدی؟ من یه مادری که یک روی تک فرزندم بوده، گفتم میومدی اول درد دل من رو میشنیدی؟ تو فقط شما فقط اومدی بلند شدی که بیایی پادرمیونی کنی عکس آرمان رو برداری بذاری توی تو فضای مجازی و بخوای بگی که مثلا مادر اینو ببر، تو اومدی درد من رو بشنوی؟ البته قبول کردن، خدایی سرشون انداختم پایین، خیلی متاثر شدن، گفتم ما خیلی نادیم. یعنی 2 شب من، همسرم، همه دوست، آشنا، فامیل، همه 2 شب نخوابیدن. خب صبح بیدار بودن، نمیدونم حالا فضای مجازی که میدونی که چیزایی که اتفاق افتاد همه سوال میکردن که چی شده چجوری اینا، این بنده خدا داشتن توضیح میدادن، داشتن به مردم اطلاع رسانی میکردن. بابا یه طرفه به قاضی نریم، من مادرم اینجا چرت دارم. گفتم این پسر رفته توی نمیدونم زندان درس خونده. گفتم نگی بسر داری یه زخم من داری نمک میباشی، تو تظره منم دانشگاه نبود شده بود، تظره منم باید میرم دانشگاه، تظره منم باید تمام دوستایی نداشت ازدواج کردن، منم برای بچم کلی آرزو داشتم. خیلی کسایی که برمیگردن میگن که حالا اتفاق افتاده فضای مجازی، بهشون میگم نگی، خواهش من همدرد باشید، منم یه مادرم، من فقط دور ندارم همینونه بکنم. مگه خالصی تو امروز که رفتیم خدا آرمان هیچ چیزی نگفت امروز به شما؟ امروز که خود رفتیم دمه جور دیگه آبای شهر یادی کن حرفی داری هر چی داری بگو، صحبت چی دیگه نمیدونم حالا تا چی شد دیگه. و من و همسرم تصمیم گرفتیم که تقریبا یک ماهی به ایشون فرصت بدیم. فقط حاضر گفتم آرمان من الان اگر یک ماه به فرصت میدم فقط نه به خاطر اینکه تو قاتل نیستی، تو قاتلی، فقط به خاطر دل خودم و همسرم، فقط یک ماه، آره فقط یک ماه به فرصت میدیم. باده پدره گریه میکرد، میگفتش که من خیلی سخته که لحظه آخر تو چشای بچت نگاه کنی، بچت بگی بابا آخرین لحظه که دارم میبینم. گفتم که واقعا خوشحاله که تو آخرین لحظه میدونستی بچت کیه، تو چشاش نگاه کردی برای آخرین لحظه و بچت خدا بزی کردی. این کاش منم میدونستم آخرین لحظه که بچه هم میبن پیشم باشه کیه، کاش من همون شب میدونستم این اتفاق میفته و شب تا صبح بقل بچه هم میخوابیدم، بچه همو نوازش میکردم، بچه همو پو میکردم تا صبح. خیلی از شما ممنونم، من خواهش میکنم حرف های منو گوشید، صدای منو شنیدید، صدای مامان رو شنیدید، ممنونم.